سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که این مجموعه رو دنبال میکنند از طریق فیسبوک، اگر به سایت توانا رجوع کرد اینستاگرام، در جلسه پنجم از این مجموعه جلسات در خدمت شما هستم. دوستانی که این جلسات رو دنبال کردن، در جلسه اول من مقدمات و کلیات در مورد شناخت احزاب و گروه سیاسی و جریان های سیاسی در ایران خدمتون عرض کردم. در جلسه دوم، سوم و چهارم به حزب جمهوری اسلامی، سازمان فدایان خلق و سازمان مجاهدین خلق پرداختم. سیر تحولشون، ایدئولوژیشون، سیاست ها و برنامه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و تشکیلاتشون و ابعاد مختلف این نهادها پرداختم و همه تلاشم هم بر این بود که در گزارش آنچه که از این گروه ها خدمتون عرض میکنم تا حد ممکن ابجکتیو باشیم، تا حد ممکن واقعیات رو گزارش بدیم و از عینیات فراتر نریم. اگر جایی هم نظر شخصیمو عرض کردم، اونجا هم گفتم که این نظر شخصی من هست. در جلسه گذشته بحثمون در مورد مجاهدین خلق بود و خب به دلیل حساسیتی که نسبت به این سازمان هست، مجموعه سوالاتی که من دریافت کردم خیلی بیشتر از دو جلسه قبلش بود و مطالب زیادی رد و بدل شد. سه تا نکته رو من در ابتدای این جلسه در مورد مجموعه نکاتی که در اون جلسه بحث شد یا مطالبی که دوستان گفتن اینها رو عرض کنم، بعد بریم سراغ بحثی که در این برنامه در خدمتتون هستم. حالا این سه تا نکته در واقع بیشتر جنبه تکمیلی داره و توضیحی. یک نکته رو یکی از دوستان در سوالات گفته بودن که من فراموش کرده بودم در تاریخچه سازمان وقتی که تحولات رو عرض می کردم، کشتار سال 67 رو من فراموش کرده بودم. غرض خاصی نبوده، اصولا بنابراین نبوده است که مثلا این واقعه به در زیر قالی فرستاده بشه، نه، در رویدادهای مربوط به سازمان مجاهدین خلق خب یک رویداد بسیار مهمی است بعد از عملیات فروغ جاویدان به بیان مجاهدین خلق و مرساد به بیان جمهوری اسلامی. این اتفاق در زندان‌های ایران افتاد. گزارش‌های مختلفی هست از 3000 تا حدود 10000 نفر در زندان‌ها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، کسانی که حکم زندان داشتند و این خب از جنایات و کشتارهای جمعی جمهوری اسلامی هست که از این رژیم در سابقه این رژیم ثبت شده و اصولاً فراری از این داستان هم نمیتوانند داشته باشند. معمولاً این رو نادیده میگیرن، مسکوت میگذارن، ولی خب یک رویدادی است که اتفاق افتاده و جزء جنایات عظیم جمهوری اسلامی است این ماجرا. نکته دوم، یکی از دوستان سوال کردن در مورد نقش آقای کاظم رجوی در نجات جان مسعود رجوی. وقتی که سوال رو کردن، من ذهنم رفت بیشتر به دوره بعد از انقلاب و عرض کردم که حکم اعدامی برای آقای رجوی نبوده تا آقای کاظم رجوی برادر ایشون که حقوقدان هست ایشون رو نجات داده باشه. من اونجا بیشتر حواسم به تحولات بعد انقلاب بود. در مورد قبل از انقلاب، اینکه آقای رجوی رو همراه بقیه گروه دیگری گرفتن و اونها رو اعدام کردن، آقای رجوی رو اعدام نکردن، این یک واقعیت تاریخی است. خب طبعا حقوقدان ها هم در اون دوره اینا میتونستن وکیل داشته باشن، حقوقدان ها در این زمینه حتما نقش ایفا کردن. اما معمولا این بحثا که مطرح میشه در سوابق مربوط به گروه های سیاسی، در مورد شریعتی بحثا هست، در مورد رجوی این حرفا هست، در مورد خیلی دیگه هست، در مورد اعضای مختلفه هست. یه دی برای اینکه اینها رو بکوبن میرن به سمت اینکه اینها با رژیم همکاری کردن، با ساواک همکاری کردن تا اینها رو اعدام نکردن. خیلی ما از پشت پرده این داستان ها اینکه همکاری کردن همکاری نکردن، از اون در مورد کیس، در مورد مورد خیلی دقیق مطلع نیستیم. اما در ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، دادگاه و روالهای حقوقی، آیین دادرسی رعایت نمی شده. این واقعیتی است. در جمهوری اسلامی بدتر، در دوره پهلوی حالا به همون اندازه که رعایت نمی کردن.
و در واقع سرنوشت زندانی سیاسی در دادگاه و حکمی که براش صادر میشد مرتبط میشد با نوع مذاکراتی که اینها با هم میکردن. این در بر اساس نوعی مصالحه میان دو طرف این داستان شکل میگرفته. هر چقدر زندانی همکاری بیشتری میکرده، خب طبعا این رو مجازاتش رو کاهش میدادن. در مواقعی هم نمیکردن، در مواقعی هم بوده که هم در دوره پهلوی هم در دوره جمهوری اسلامی زندانی ها همکاری کردن ولی در نهایت اونها رو اعدام کردن. یه واقعیتی است، یعنی اینطور نیست که در همه موارد این فرمول جواب بده، ولی خب این فرمول وجود داشته. از این فرمول هم نمیشه نتیجه گرفت که اگر فردی اعدام نشده حتما این با رژیم همکاری کرده یا دیگران رو لو داده. اینا قضاوت های بیشتر سیاسی است نه قضاوت های حقوقی در مورد این ماجرا. نکته سومی که در بسیاری از سوالات اومده بود من فرصت نکردم بهش جواب بدم، سوالاتی بود مربوط به بیانیه 10 ماده‌ای مجاهدین خلق در مورد رعایت حقوق بشر، سکولاریسم، جدایی دین از مذهب، آزادی افراد، آزادی پوشش. این رو البته انتشار این بیانیه رو حتما باید به فال نیک گرفت برای سازمانی که اصولا به این چیزها اعتقادی نداشته در سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در اوج دوره شکل‌گیری جمهوری اسلامی. خب این بیانیه 10 ماده‌ای باید به فال نیک گرفت چنین مواضعی رو. اما در عمل هم می شود این رو دید که آیا واقعا در عمل هم سازمان مجاهدین خلق به محتوای این بیانیه، من اشاره کردم به اینکه خود اینها چندان این مفاد رو در درون سازمان، در روابط درون سازمانی ما نمی بینیم که این جور داستان ها رعایت شده باشه. آزادی های فردی، ورود داوطلبانه، خروج داوطلبانه، در همه احزاب سیاسی طبعا باید چنین چیزی رو شما ببینید دیگه که افراد اگر داوطلبانه وارد یک حزب سیاسی میشن داوطلبانه هم خارج بشن بدون هیچ پیامدی، بدون هیچ اتهامی، بدون هیچ دردسری. ولی اینطور نبوده، یعنی سازمان مجاهدین خلق متاسفانه بیشتر به شکل بسته عمل کرده. اینجا بحث این نیست که من سازمان مجاهدین خلق دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم، بحث واقعیات، یعنی اون چیزی که در عالم واقع اتفاق افتاده. مثل احزاب سیاسی دیگر ما کمتر می‌بینیم که افراد مثلا در اینجا یک کسی عضو حزب دموکرات ثبت نام می‌کنه، 2 ماه بعدش هم از این حزب میاد بیرون، نه سر و صدایی است، نه ماجرایی است، نه کسی رو کسی به چیزی متهم می‌کنه، نه اصلا بحث خائن و خیانت و اینا، داستان‌های ایدئولوژی که نظام‌های در واقع گروه‌های بسته است، گروه‌های فرقه‌ایه که متأسفانه هنوز آثاریش و اجزایش رو ما در روابط درون سازمانی مجاهدین خلق میتونیم مشاهده کنیم. این 3 تا نکته که من در مورد مجاهدین خلق فکر میکنم از مباحث جلسه گذشته و سوالاتی که مطرح شده بود اینها جا افتاده بود. بریم به سراغ بحثی که در این جلسه داریم. در این جلسه بحث ما در مورد دفتر هماهنگی با رئیس جمهور هست، منظور آقای بنی صدر هست که در سالهای 58 59 اینها فعال بودن تا نیمه سال 60. این دفتر از این جهت اهمیت داره که در دوره سالهای 57 تا 60 4 جریان بودن که بیشترین هوادار رو، بیشترین نیرو رو در پشت سر خودشون داشتن. حزب جمهوری اسلامی که در انتخابات مجلس اول تا حدودی پیروز شد، آقای بنی صدر و جریان نزدیک به او که ریاست جمهوری رو به دست گرفتن در انتخابات اول ریاست جمهوری، و 2 سازمان مجاهدین خلق و فدایان خلق که نسبتاً هواداران گسترده‌ای رو در میان جوان‌ها داشتن و در میان گروه‌های چپ داشتن در اون دوره. اینا 4 گروهی هستن که بیشترین هوادار رو داشتن. از جهت اینکه شما اگر بخواید مثلا گفتمان سالهای 56 تا 60 رو در ایران دنبال کنید، خب خیلی راحت میتونید ادبیات این 4 گروه رو دنبال کنید و ببینید که چه چیزهایی مشترک بوده میان این 4 گروه و چه چیزهایی رو اینها با هم اختلاف داشتن. از همین جهت هم هست که این دفتر در کنار مجاهدین خلق، فدایان خلق و حزب جمهوری اسلامی اهمیت داره. ابتدا به تاریخچه این دفتر اگر رجوع بکنیم، در 29 خرداد 58 روزنامه‌ای به اسم انقلاب اسلامی آغاز به انتشار میکنه که آقای بنی صدر عمدتاً
گرداننده در واقع فرد تأسیس کننده این داستان هست و نزدیکانشون. مشخص هم بود که اینها متفاوتن از همین که یه روزنامه رو منتشر کردن در برابر روزنامه جمهوری اسلامی و دیگر نشریات روزنامه ها. خب برمیاد که اینها یه جریان دیگری بودن و یه ایده های دیگری داشتن، متفاوت بودن. حالا مشترکاتشون رو من در پایان اشاره میکنم. در انتخابات ریاست جمهوری، اول انتخابات ریاست جمهوری، آقای بنی‌صدر 76% آرا رو کسب کرد و حزب جمهوری اسلامی و دیگر احزابی که بودن شکست خوردن. البته مجاهدین خلق رو در اون دوره محروم کردن، نگذاشتن، با همین داستان نظارت استصوابی، اون تا به این اسم مطرح نبود، به شکل دیگری بود داستان، ولی نگذاشتن که آقای رجوی در اون دوره جزء نامزدهای ریاست جمهوری باشه تا واقعا ما اندازه بگیریم ببینیم که وزن گروه‌های سیاسی در اون دوره چه بوده. در میان گروه‌هایی که اومدن شرکت کردن، آقای بنی‌صدر و فکرش خب رأی بیشتری رو آوردن نسبت به دیگر گروه‌ها. رقیب اصلیش هم حزب جمهوری اسلامی بود، ابتدا آقای فارسی بود، بعد به عنوانی که ایشون ایرانی نیست، افغانیست، کنار رفت، آقای حبیبی اومد و شکست سختی خوردن در اون دوره. آقای بنی‌صدر به دنبال این بود، این ماجرا بود که یک تشکیلات سراسری داشته باشه. در 14 بهمن 59 اینها یک کنگره رو تشکیل دادن، 14 بهمن 58 کنگره رو تشکیل دادن تحت عنوان کنگره انقلاب اسلامی و نیروهای نزدیک به خودشون رو از سراسر کشور دعوت کردن. این ابتدای شکلگیری این دفتر هماهنگی بود. بعد از اون بود که دفتر هماهنگی با رئیس جمهور رسما تأسیس شد و در واقع به عنوان نوعی تشکیلات حامی آقای بنی‌صدر و برنامه های آقای بنی‌صدر در سراسر کشور شکل گرفت. این دفتر واقعا یک حزب سیاسی بود، در انتخابات مجلس لیست مجزایی برای انتخابات مجلس داد که البته اشتراکاتی با دیگر گروه ها داشت، ولی خب لیست مجزایی بود. شما به روزنامه انقلاب اسلامی شماره 214 اگر رجوع کنید، اسامی نامزدها رو در یک جدول آورده، اینها آنلاین هم هست، راحت میتونید پیدا کنید به شکل PDF. در اون در شماره 214 نامزدهای همه احزاب هست برای تهران. این رو کاملا میشه دید که اینها چه اشتراکاتی داشتن، چه تفاوتهایی داشتن. در شماره 213 هم فهرست دفتر هماهنگی برای شهرستان ها اومده. کاملا مشخصه که اینها یک حزب میخواستن، یک حزب سراسری باشن و تلاش میکردن که تشکیلات سراسری داشته باشن. البته در انتخابات مجلس نتوانستن در برابر حزب جمهوری اسلامی به پیروزی دسترسی پیدا کنند. این روزنامه انقلاب اسلامی، اینها هم در تحت عنوان روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، بعد از اینکه آقای بنی‌صدر عزل شد و به خارج اومد، تا سال 93 به شکل کاغذی منتشر میشد. بعد از اون هم به شکل یک سایت هست که نظرات آقای بنی‌صدر و کسانی که از لحاظ فکری با ایشون نزدیک هستند رو منتشر میکنه. به شکل حزبی نداره، بیشتر به شکل یک تینگ تنگ عمل میکنه. افراد آرایی رو، نظراتی رو میدن، حتی سیاستهایی رو مطرح میکنن، سیاستهای موجود رو نقد میکنن. بیشتر شکل تریبون یک تینگ تنگ رو داره، تینگ تنگی که البته خیلی هم به هم پیوسته نیست، ولی بالاخره در یه حوزه های ایده هایی رو اینها دارن و مطرح میکنن. چهره های شاخص دفتر هماهنگی با رئیس جمهور آقای ابوالحسن بنی‌صدر بود، آقای احمد سلامتیان که مسئول دفتر هماهنگی بود، آقای محمد جعفری که مدیر مسئول روزنامه بود و آقای علیرضا نوبری که سردبیر روزنامه بود. از اینها آقایان بنی‌صدر، سلامتیان و جعفری همچنان فعال هستند، مطلب می‌نویسن، یادداشت می‌نویسن، مصاحبه می‌کنن و آرا و نظراتشون رو در موضوعات مختلف مطرح می‌کنن. آقای نوبری کمتر دیده میشه در رسانه‌ها. ایدئولوژی این جریان نوعی اسلام‌گرایی ملی‌گرا بود. اینها خب به یک معنای نسبتاً دقیقی دنباله جریان جبهه ملی بودن و اون دیدگاه‌های ملی رو، احترامی که به مصدق داشتن، سیاست عدم در واقع تعهد به قدرت‌های بزرگ، نه شرقی نه غربی که از دل این داستان در اومد، چارچوب‌هایی بوده که از دل جریان ملی در ایران بیرون اومده و اینها واقعا به اون چارچوب ها اعتقاد داشتن. از همین جهت موج اسلامگرایی که در
سالهای 55 به بعد در ایران میاد، در واقع موج اسلامگرایی سوار بر اون مبانی ملیگرایی میشه در میان کسانی که وفاداری نسبت به جریان ملی در ایران داشتن. برای این جریان دقیق ترش به نظر من این هست که بگیم برای آقای بنی صدر و همفکرانش اسلام دستبندی برای جریان ملیگرایی تبدیل شد. محتوای اصلیش نبود، جوهرش نبود، خب به تدریج اومد اون بسته‌بندی این ماجرا رو فرا گرفت و کم کم هم نفوذ کرد به درون ماجرا، تا حدی که آقای بنی صدر هم دیگه مثل آقای بازار تلاش میکرد شریعت رو، دستورات شریعت رو با قضایای علمی توجیه کنه. همون کاری که آقای بازرگان میکرد مثلا برای 20 سال در کارهاش، که نشون بده که شریعت مبانی علمی داره و کاملا هرچی خدا گفته با عقل و علم هم انطباق داره. حالا جستجوی هم نمیشد که آیا واقعا اینها مربوط اقوال و گفته های مربوط به خداونده یا نه. آنچرا که بود روحانیت بهش باور داشت، اینها تلاش میگه بخشایشو خب کنار میگذاشتن، ولی بخشایشو که میدیدن که بخش عمده مذهبی ها بهش با مثل طهارت و نظافت و حجاب و فلان و اینها، اینا رو تلاش میکردن که جنبه علمی بهش بدن. خب به تدریج هم فراتر از اسلامی کردن در واقع همه علوم و عقلانی و علمی جلوه دادن همه دستورات اسلام، کم کم اون اسلام سیاسی هم پذیرفتن، ولایت فقیه رو هم پذیرا شدن در چارچوب آن اساسی، و تلاششون بر این بود که در این چارچوب فعال. تصورشون این بود که خب آقای خمینی میره قم و روحانیت کار رو به دست اینها میسپره. مجموعه جریان های ملی مذهبی تصورشون این بود که تصور باطلی هم بود. روحانیت به سرعت اومد، اول یه چهره‌هایی رو در وزارتخونه‌ها در مقام معاون وزیر نمی‌دونم فلان گذاشتن، آقای رفسنجانی با هنر کذا و کذا، بعداً هم همه قدرت رو خودشون به دست گرفتن و بقیه رو بیرون کردن. این که تصورشون این بود که جریان ملی مذهبی‌ها این بود که با نردبان روحانیت میان قدرت رو می‌گیرن و بعد هم روحانیون میرن سراغ کار خودشون. چه اتفاقی نیفتاد و اونا اومدن بخش عمده قدرت رو به دست گرفتن. از حیث استراتژی ها و تاکتیک ها، دفتر هماهنگی با رئیس جمهور بیشتر در سایه روحانیت حرکت میکرد، برای اینکه خب نفوذ و پذیرش عمومی روحانیت رو میدید، اما تلاش هم میکرد که تا حدودی مستقل باشه، برخلاف اعضای حزب جمهوری اسلامی که کاملا معتقد بودن در سیاست هم باید فتوا بگیرن از روحانیون. اینا چنین نبودن، از اقدامات انقلابیون استفاده میکردن، اما این نکته خیلی مهم نیست، اما با نتایجش مخالفت میکردن. مثلا اینکه وقتی رو بسیاری از سران رژیم گذشته رو بلخص نظامی ها رو اعدام کردن، خب با اون اصل داستان مخالفت میکردن، اما اینکه چطوری تمام اینا اومدن قدرت رو به دست گرفتن، در وزارتخونه ها وارد شدن، از نتایجش استفاده میکردن. نمیشه شما هم از اعدام ها برخوردار بشی اما باش مخالفت بکنی با عنوان چهرهای درون قدرت. این تناقضی بود که در گروه هایی که درون قدرت بودن، بخشی از قدرت رو داشتن، هنوز هم دارن. این جریان اصلاح طلب هم هنوز این مشکل رو داره که از همه مواهب سرکوب ها برخوردارن، میان در انتخابات شرکت میکنن. چرا میتونن پیروز شن؟ برای که بقیه محرومن، اما خودشون رو هم به عنوان اپوزیسیون به جامعه معرفی میکنن، که این خب خیلی هماهنگی نداره، سازگار نیست. اساس تبارشناسی عرض کردم بیشتر دنباله جبهه ملی بودن. ساختار تشکیلاتیشون بیشتر هرمی بود بر اساس روابط قدرت. و نکته جالب اینجاست که در میان احزابی که در حول و حوش قدرت ریاست جمهوری شکل گرفت، این دفتر هماهنگی اولیش بود. بعد در دوره رفسنجانی حزب کارگزاران شکل گرفت، بعد در دوره آقای خاتمی هم جبهه مشارکت. اینا احزاب بودن که بعداً در پناه و سایه قدرت قوه مجریه در ایران شکل گرفتن. از حیث سیاست ها و برنامه های فرهنگی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینها بیشتر دنباله جریان نهضت آزادی بودن، خیلی نزدیک بودن با نهضت، از لحاظ سیاسی فاصله داشتن ولی از لحاظ برنامه های فرهنگی خیلی شبیه به نهضت آزادی بودن، و تلاششون بر این بود که
شریعت و آموزه‌های قرآنی رو توجیه عقلانی و ام مردم در بسته‌بندی‌های تازه اینها رو بفروشند. در سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی برنامه‌شون اسلامی کردن جامعه بود با روش‌های انقلابی. از انقلاب فرهنگی آقای بنی صدر دفاع کرد، از اینکه دانشگاه بسته بشه و اسلامی بشه. از آزادی‌های سیاسی دفاع می‌کردن، اما به آزادی‌های فردی رو چندان وقعی نمی‌نهادن، مثل بقیه گروه‌هایی که در این دوره فعال بودند. در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به دنبال اسلامیزه کردن یا در واقع همون دولتی کردن اقتصاد بودند، به دنبال بودند که تمام سیاست‌های اقتصادی رو اسلامی کنند. آقای بنی صدر جای این رو خیلی روشن در یکی از آثارشون گفته که من از روی متن کتاب ایشون براتون میخونم. ایشون میگه امامت و رهبری مازاد تولید را به صورت ابزار و اطلاعات و غیره چنان در جامعه توزیع میکند که استعدادهای فردی با استفاده از امکانات بیشتر در تولید با استعدادهای فراتر برابری بجویند. خب در اون دوره بحث این بود که آقای مازاد تولید به کی میرسه. نظام سرمایه داری، شما درآمدی اگه داری به خود در واقع اون کارآفرین میرسه، کسی که سرمایه داره و کار رو ایجاد میکنه، بخشش هم خب به کارگرها و نیروی کار میرسه. در مارکسیسم میگن نه، سرمایه داری نباید سهمی داشته باشی، همش مال کارگره. اینا برای اینکه اسلامیش کنن میگفتن این مازاد تولید به امام میرسه و امام هم چون عادله همه رو درست توزیع میکنه و همه مساوی میرسه. خب در 40 سال گذشته ما دیدیم که امام چجوری همه اینها رو مساوی توزیع میکنه. شما کافیست به کارنامه جمهوری اسلامی نگاه بکنید ببینید که سرنوشت این امامت در واقع تئوری اقتصاد به کجا رسیده. ایشون در دنباله میگه به بیان دیگر کار سنگین رهبری و امامت اسلامی آن است که مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی گردد. واقعا نتیجه شما دیدیم که چطور مانع تخریب نیروهای محرکه اقتصادی شدند. در واقع نیروی محرکه اقتصادی باقی نگذاشتن غیر از دولت. در واقع نهاد امامتش در اقتصاد منجر شد به نوعی امپراتوری ولایت فقیه، امپراتوری پاسداران و امپراتوری شرکت‌های دولتی. که تز اقتصادی آقای بنی صدر خیلی شبیه بقیه پوپولیستای اقتصادی بود، دادن وعده‌های توخالی بی اساس و در واقع بی توجهی به علم اقتصاد با درست کردن داستان امامت و توزیع مازاد بر اساس امامت و این حرفا. البته کارشناسایی که با آقای بنی صدر نزدیک بودن در این سالها و در این در سایت انقلاب اسلامی چیزهایی می نویسن، اونها کاملا از این داستان فاصله گرفتن. شما به نوشته های خانم ژاله وفا که در همین سایت انقلاب اسلامی گهگاه مطالبشون منتشر میشه نگاه بکنید، کاملا فاصله گرفت، یعنی مشخصه که دیگه توی اون چارچوب ها به اقتصاد اینها نگاه نمی کنند. در واقع اون دوره بحثی بود که ما سوسیالیسم رو باید اسلامی کنیم به عنوان راه سوم، که واقعا راه سوم نبود، همون سوسیالیسم دولت در واقع سرمایه‌داری دولتی بود به عنوان سوسیالیسم مردم میفروختن. در ایران هم یک خلاصه عبایی چادری روش میکشیدن اسلامیش میکردن. در سیاست خارجی این داستان ضد امپریالیستی، ضد خارجی، نظریه توطئه، حمایت از جنبش‌های انقلابی، همه اینها بوده. جمهوری اسلامی فقط امروز داره اینا رو اجرا میکنه. این که مثلا به حوثی‌ها کمک میکنه، حزب الله لبنان، این کاملا در چارچوب دیدگاه‌های تمام این گروه‌ها قرار میگیره، چون اینا جنبش‌های به معنای روزش جنبش‌های انقلابی هستن یا بودن. کاملا همون سیاست خارجیشون همون سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه. در سیاست داخلی البته آقای بنی صدر چون سپاه و کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب رو رقیب خودش میدونست، از ابتدا منتظر بود که اینا باید تعطیل شه، منحل بشه در نهادهای دیگه، و تلاش هم بر این بود که رادیو تلویزیون و قوه قضاییه را تحت کنترل خودش در بیاره، که البته خب روحانیت معلوم بود که اینها رو به ایشون واگذار نمی‌کنه. هم پیمانان دفتر هماهنگ رئیس جمهور مجاهدین خلق بودند و نهضت آزادی برای یک دوره خاصی، اون دوره‌ای که خیلی تحت فشار اینها قرار داشتن. با مجاهدین خلقش زمانی که فشارها خیلی زیاد شد و اینها نیاز در دفتر هماهنگی بنی صدر برای که بر سر کرسیش بماند نیاز داشت که یک تشکیلات سراسری ازش حمایت بکنه، خب خیلی نزدیک شد به مجاهدین خلق. در مجلس هم اعضای نهضت آزادی تنها گروهی بودن که بذل ایشون مخالفت کردن، یک نوعی در واقع اونجاها نوعی هماهنگی و همپیمانی رو ما میان اینها مشاهده میکنیم. ولی بعد از اینکه آقای بنی صدر به خارج رفت دیگه کلا این داستان ها
به اتمام رسید. از حیث موفقیت ها و شکست های سیاسی، خب جریان آقای بنی صدر در کسب کرسی ریاست جمهوری به شکل موفق بود. بزرگترین شکستش این بود که از ریاست جمهوریشون عزل شد. در تحولات این جریان همراهیش با شورای ملی مقاومت خب یک تحول خیلی مهمی بود در اون دوره تا سال 62. بعد هم چون مجاهدین به عراق نقل مکان کردن اختلاف شد بینشون و فاصله افتاد، اما از لحاظ ایدئولوژیک ما تغییر چندانی، غیر از در برخی سیاست‌های اقتصادی، تغییر چندانی در دیدگاه‌های اینها مشاهده نمی‌کنیم. همچنان دیدگاه‌های ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی، نظریه توطئه، اینها در ادبیات آقای بنی صدر و برخی نزدیکانش کاملا به چشم می‌خوره. هنوز به انقلاب وفادارن، هنوز معتقدن انقلاب پدیده بخش قابل توجهشون، معتقدن به اینکه انقلاب یه جریان مردمی بوده. انقلاب جریان مردمی در چارچوب دموکراتیک معنی داره، در غیر چارچوب دموکراتیک در واقع فرهنگ ماب سالاره. ماب به معنای گروهی که دیدگاهشون رو با فشار و زور بر دیگران تحمیل میکنن، دیدگاه در واقع دیدگاه انقلابی معمولا همینه که ما یه گروهی هستیم پیوسته قدرت داریم، میتونیم همه چی رو به هم بزنیم و بیایم قدرت رو به دست بگیریم. همین اتفاقی که در ایران در سال 57 افتاده. آینده سیاسی چندانی من برای این جریان متصور نیستم، چون رهبرانشون بسیار سالخورده هستن، اینا فاقد تشکیلاتن، منابع چندانی ندارن، سایتشون هم بیشتر تریبون آزاد هست و یک پلتفرم حزبی. البته این رو در مورد دیگر گروه ها هم تا حد زیادی میشه گفت. در مورد مجاهدین خلق کادرش، کادر نسبتا در حدودش 60 سال باید باشن، فدایان خلق همینطور، حزب جمهوری اسلامی که وجود نداره. اگر اتفاقی واقعا بخواد در ایران بیفته، باید امیدوار بود به نسل تازه و تشکیلات های جدیدی که شکل میدند. در آینده ایران هم اگر ایران روزی آزاد بشه از جمهوری اسلامی، بیشتر احزابی خواهد، چون نیروهایی که هستن مجبورن خودشون رو بازنشسته کنن، کوله پشتی عجیب و غریبی دارن از تحولات 40 ساله گذشته، اینها بخش قابل توجهشون مجبورن بازنشسته بشن از لحاظ سیاسی، بسیارشون هم بازنشسته شدن، فقط به دلیلی که قدرت سیاسی هست در ایران، نه هنوز در حول و حوش اون کیک دارن حرکت میکنن. اما اگر بخوایم یک در واقع نگاه اجمالی بخوایم بکنیم به جریان دفتر هماهنگی، گفتمانش همون گفتمان جمهوری اسلامی است، گفتمان انقلابی سال 57 هست، که در این گفتمان جمهوری اسلامی مجاهدین خلق و فدایان خلق هم در مبانیش شریک هستند. من وقتی این راجبه گفت دیسکورس صحبت میکنم، بسیار تصورش اینه که من اینا رو از یک جنس میدونم، نه، اینا تفاوت دارن، ولی چارچوب‌های اصلی این بیگانه ستیزی، نظریه توطئه، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست داخلی، اینا در بسیاری از حیطه‌ها شبیه به هم هست، یعنی مشترکاتش بسیار بیشتر از اختلافاتش هست. نگاهشون به در واقع منافع ملی، امنیت ملی، اون مثلا نگاه‌های ایدئولوژیک هست، نگاه‌های عقلانی نیست. سیاست‌هاشون همینطور، تفاوت‌های بین اینها وجود داشته، این چهار جریانی که مورد بحث قرار دادیم، اما تفاوت‌ها به شدت کمرنگ هست. نزاع‌ها هم عمدتاً بر سر سهمی است که هر کدوم از اینها باید از کیک قدرت به دست می‌آوردن. نزاع‌ها بر سر سیاست‌ها یا حقوق و مطالبات مردمی یا از این قبیل کمتر بوده. این رو ما در مجموعه این داستان‌ها می‌تونیم ببینیم. اون چیزی که امروز، حالا در پایان این بحث خدمتتون عرض می‌کنم، اون چیزی که امروز برای ما اهمیت داره، به نظر من به جای افراد و به جای سازمان‌ها و تشکیلات، اینا مهم هستن، ولی آنچه که شرایط امروز برای جامعه ایران اهمیت بیشتری به نظر من داره، بحث سیاست هاست. باید آنچه را که افرادی که واقعا به دنبال این هستن که مواضع گروه‌های سیاسی رو تبیین کنن، بیشتر باید بر روی سیاست ها متمرکز بود، چون سیاست ها هست، نه ایدئولوژی و نه تصمیمات منفرد، بلکه پالیسی ها، سیاست ها.
سیاست به معنای پالیسی این هاست که روندهای یک جامعه رو شکل میده و جهتگیری ها رو تعیین میکنه. اونجاها باید ایستاد و اینها رو مورد داوری قرار داد. سیاست های اجتماعی، سیاست های فرهنگی، سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی این هاست که بهتر میتواند افراد رو در برابر وضعیت موجود آگاه بکنه، افراد رو شکل بده. اگه افرادی میخوان دور هم جمع بشن، تشکیلاتی درست بکنن، در چارچوب این سیاست ها بهتره که مواضع خودشون رو با دیگران تمایز گذاری کنن، فاصله گیری کنن از گروه های دیگه. از همین جهت من معتقدم که روی سیاست ها بیشتر باید توجه کرد. سیاست های مجموع این چهار گروه، هم فدایان خلق، جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق و دفتر هماهنگی رئیس جمهور، آنچه که ما بعد از 40 سال میبینیم، سیاست های اینها سیاست های شکست خورده ای بوده در حیطه فرهنگ. غیر از اینکه یک فرهنگ، حالا هر کدومشون سهم های متفاوتی دارن در آنچه که امروز به عنوان فرهنگ در ایران وجود نداره، تبلیغات سیاسیه، در آنچه که امروز وجود داره، خب سهم نهضت آزادی و جریان بنی صدر کمتره، چون اینها کمتر در قدرت بودن و سهم امثال حزب جمهوری اسلامی خیلی بیشتره، یا سهم مثلا فدایان خلق خیلی کمتره، چون اینها اصولا قدرت رو در ایران به دست نگرفتن. اما مبانی فکری همونه، این که باید خلاصه نگذاشت یه سری دیدگاه ها منتشر، سانسور، این که باید جلوی انتشار آزاد اطلاعات رو گرفت، اینها ما در میان این جریان ها در اون دوره سالهای 50 و 70 و 60 اشتراکات بسیار زیادی رو میبینیم. اینکه جامعه رو توده‌وار میدیدند، اینکه برچسب میزدند به هم دیگه، اینکه اصولا رفتار مدنی خیلی مشاهده نمیشد، اینکه حقوق بشر رو به تمسخر میگرفتن، مسخره میکردن، اینها مشترکات اکثر این گروه ها بوده و امیدوار هستیم که گذر کرده باشن. ولی خب در بسیاری از حیطه ها من نمیبینم این گذر رو، یعنی در بالاخص در سیاست های فرهنگی اجتماعی. در اقتصاد چون امپراتوری شر به هم پاشیده، امروز دیگه خیلی بعیده که افراد بتونن بیان از سیستم اقتصادی کره شمالی یا کوبا دفاع کنن، چون نتایجش هم، یا ونزوئلا، چون نتایجش روشنه، خیلی بعید هست. البته از اون داستان مرکزیت گرایی و تمرکز قدرت و ثروت در دولت مرکزی، همه اینها دفاع میکنن. من کم دیدم که گروه های سیاسی بیان در سیاست داخلیشون معتقد باشن باید امور رو به مردم واگذار کرد. مردم هر استانی، اصلا بحث اقلیت ها و کرد ها و بلوچ ها اینها نیست، در سمنان و تهران و نمیدونم در کرمان و در هر جای ایران، مردم هر منطقه باید خودشون شرایطشون و وضعیتشون رو اداره کنن، درآمد داشته باشن، درآمدشون رو خرج کنن، کارها باید به خود مردم واگذار بشه. بساط دولت باید اصولا از حیطه فرهنگ و هنر جمع بشه. اینکه دولت در یه جایی، این رادیو تلویزیون دولتی امروز در دنیای گروه کوچیکی میتونه به سرمایه اندکی در یه شهری ایستگاه رادیویی را بندازه، ایستگاه تلویزیونی را بندازه، نیازی به اون دستگاه رادیو تلویزیون دولتی مرکزی که همه چیز رو اخبار واحدی رو بده سر ساعت، اولش هم خبرهای رهبر کشور رو بده، اینا سیستم‌های کمونیستی بوده و مدلش رو خب تو ایران هم اجرا کردن. من اینجاها کمتر میبینم که افراد بیان و اون سیاست‌های قبلی رو، اون چارچوب‌های قبلی رو کلاً کنار گذاشته باشن و اصلا از یک چشم‌انداز دیگه ای صحبت کنن. متاسفانه اینها در مواضع این گروه‌ها کمتر مشاهده میشه. خب بریم به سراغ سوالاتی که دوستان فرستادن. ابتدا من نگاه بکنم به فیسبوک. دوستی گفتن که موفق باشید، مطالب خوب و قابل استفاده رو بیان میکنید، خیلی ممنون، لطف دارین. بعضی دیگه از دوستان تشکر کردن، من هم متقابلا از دوستان تشکر میکنم. سوال خاصی رو در فیسبوک من نمیبینم. سوالاتی رو که مدیر این جلسات در توانا برای من فرستادن، 5 تا سوال فرستادن، یکی یکی مطرح میکنم. سوال اول، چه اندازه روابط دوستانه خمینی با پدر بنی صدر در نگاه سهرگیرانه او به بنی صدر مؤثر بود؟ چون بعضی روایات حاکی از این هستند که خمینی تا 20 روز مانده به عزل بنی صدر نیز او را آدم خوبی میدانست.
حتما اینطور هست. در میان روحانیون روابط دوستانه، روابط خیشاوندی، رفاقت‌های قدیمی به شدت مؤثر، خیلی فراتر از چارچوب‌های عقلانی و سیاست‌ها اونها عمل می‌کنه. در مورد آقای خمینی هم همینطور بوده و اتفاقاً فشار بر اینکه آقای بنی صدر رو بردارن از ماه‌ها یا سال‌ها قبل شروع شده بود. حزب جمهوری اسلامی اصلا نمی‌خواست آقای بنی صدر رو. منتها خب آقای خمینی تلاش می‌کرد یک توازنی میان این نیروهایی که باش نزدیک بودن برقرار بکنه. در نهایت عاملی که خیلی مؤثر بود در اینکه تسریع بشه عزل آقای بنی صدر، نزدیکی آقای بنی صدر به مجاهدین خلق بود. اون خب خیلی مؤثر بود در اینکه اعضای حزب جمهوری اسلامی آقای خمینی رو قانع کنن که آقای بنی صدر باید بره. سوال دوم، آیا می توان اختلاف بنی صدر با روحانیون حاکم را ریشه در اسلام میان روانه بنی صدر و اسلام افراطی روحانیون چون بهشتی و رفسنجانی دانست؟ من اسلام سیاسی رو در ایران اصولا اسلام میانه رو نمیبینم. اسلام میانه رو یعنی اینکه آقا شما نمازتون رو میخونید در خونه یا در مسجد، در حیطه سیاست، سیاست‌های اجتماعی کاری به روال‌های عادی زندگی روزمره مردم ندارید. از اینکه اومدید بیرون دیگه ما اسلام میانه رو نداریم. اسلام نمیتواند میانه رو باشه بعد تو خیابون مردم رو کتک بزنه که آقا چرا روزه خوردی، مردم رو مثلا بگیره شلاق بزنه چرا مشروب خوردی. اینا اسلام میانه رو نیست. اسلام میانه رو یعنی که آقا شما مذهب خود تو داری، مشروب نمیخوری، روزه نمیگیری، روزه میگیری، در روابط خانوادگیت اندرونی درونی داری، بیرونی داری، بقیه مردم هم دارن زندگی خودشون رو میکنن، شما هم راه خودت رو میری، میشه اسلام میانه رو. یعنی کاری به زندگی مردم نداری. و اسلام سیاسی نه، کار داره. اسلام سیاسی میگه آقا من سیاست دارم، میخوام رأی بیارم، میخوام اکثریت دست بیارم و با اکثریتم میخوام تحمیل کنم، در مشروب فروشی ها رو میخوام ببندم، قدرت در دست منه، سیاست ها رو تعیین میکنم، چارچوب ها رو تعیین. اون دیگه اسلام میانه رو نیست. من در میان گروه هایی که اصولا اونایی که اسلام سیاسی رو، اسلام قدرت رو در برابر اسلام عبادت و اسلام مراسم میگذارن، وقتی اسلام جنبه سیاسی پیدا کرد دیگه اسلام میانه روی وجود نداره به نظر من، چون میره به سمت اینکه تحمیل کنه دیدگاهاش و سیاستهاش رو، به دلیل اینکه از خدا گرفته حقم هست، بنابراین اینها کاملا حق دارن به اینکه حد بلای به سر شما بیارن. اگر هم اشتباه کردن شما میرید بهش. در دنباله پرسیدن، با توجه به اینکه فکت هایی هست که بنی صدر مخالف حجاب اجباری و مخالف اعدام های گسترده بود در اون دوره‌ای که شما نگاه کنید به روزنامه انقلاب اسلامی، اگر همچنین موازی بوده اینها رو نمیگفتن. در مورد حجاب اجباری که اصلا آقای بنی صدر رسما از حجاب دفاع میکرد اینطور، حالا اعدامهاش رو ما ندیدیم که ایشون رسما دفاع کنه، اون طرف هم ندیدیم که رسما انتقاد کنه. به برخی روالهای دادگاه ها اعتراض میکردن این گروه هایی که سابقه ملی داشتن و یه مش سابقه های حقوق بشری رو در دفاع گروه های حقوق بشری از خودشون داشتن، انتقاد میکردن به روالها. اما اینکه کلا با اعدام مخالف باشن، کلا با اعدام مخالفان مخالف باشن، ما چنین چیزی رو در اینها ندیدیم. من که دنبال کردم، برید خب آثار اینها رو شما خودتون مشاهده کنید. سوال سوم، آیا این صحیح است که بنی صدر آمدانه به جبهه یاری نمیرسان تا بتواند به واسطه ضعف ایران در جبهه حضور خودش را ضروری جلوه دهد؟ اینا دروغ سازی های سپاه پاسداران هست. آقای بنی صدر هم یه چهره ملی بود و در دوره جنگ هم نیروهای ملی مثل گروه های مذهبی یا همه اقشار همه به دنبال این بودن که دشمن خارجی به کشورشون حمله کرده از کشورشون دفاع کنن. البته آقای بنی صدر معتقد بود به اینکه خودش وقتی فرمانده کل قوا هست بقیه نیروها باید تحت نظر اون باشن، خب سپاه پاسداران راه خودشون میرن. اختلافاتی بوده که وجود داشته، این اختلافات از یکی خائن و از یکی نمیدونم خدمتکار نمیسازه. اتفاقا برخی از افرادی که در سازمان های نظامی در ایران هم حضور دارن مثل آقای شمخانی، اینها گفتن در مواردی که ما نباید این داستان خیانت و خیانتکار اینها رو برای بنی صدر یا دیگر نیروهای ملی این رو اطلاق بکنیم. اینا بیشتر به نظر من تصفیه حساب های سیاسی است تا اینکه واقعیت ها رو بیان کنه. من عرض کردم من طرفداری هیچ کدوم از این گروه ها نیستم، دشمن هیچ کدومشون نیستم. اگر میگم آقای بنی صدر دادن ملی بوده و از کشورش واسه دفاع کنه، اینجا بحث من این نیست که از آقای بنی صدر رو به تاخچه بالا بگذارم یا بقیه رو پایین بیارم، بحث فکت های تاریخی است. چهارم، آیا امثال بنی صدر با توجه به نوع تحصیلاتشان می توانستند تکنوکرات های خوبی و
برای دوران پهلوی باشند؟ نه، چون ایدئولوژیک نگاه میکردن و شما وقتی در چارچوب ایدئولوژیک نگاه بکنید سوسیالیست باشید یا اسلامگرا باشید، ایدئولوژیک که نگاه بکنید همه رو نفی میکنید. اصولا نقشی در بهبود اوضاع عقلانی سازی در این داستان ها شما ایفا نمی کنید. در ادامه میپرسن اگر آری اساسا هدفشان از تاسیس حکومت اسلامی چه بود؟ اهداف مختلفی، بعضی کسب قدرت، بعضی سوسیالیست بودن میخواستن توزیع ثروت انجام بدن، برخی شریعت مدار بودن میخواستن قوانین اسلامیشون رو اجرا کنن، هر کسی بالاخره اهداف همه اهداف یگانه ای نداشتن و این تفارق اهداف رو هم ما بلافاصله بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی دیدیم. در ادامه میپرسن نگاه تکنوکرات گونه به جهان چه تناسبی با تاسیس حکومت اسلامی دارد؟ هیچ تناسبی ندارد. شما اگر تکنوکرات باشید در چارچوب‌های عقلانی، در چارچوب مدیریت عقلانی و علمی میخواید جامعه رو اداره کنید. اینها ربطی به اسلام، قوانین اسلام، شریعت اسلام کلا نداره. اونها رو کاملا باید بذارید تو همون کتاب‌هایی که بودن. حالا یه عده افرادی اعتقاداتی دارن. شما اگر انجیل رو هم نگاه بکنید توش خیلی از حرف‌ها هست. اینا رو جامعه غربی اینا رو گذاشته تو کتاب، هر روزم کار چیز نمی‌کنه، نمیاد بگه که آقا متفکران غربی، فیلسوفان غربی، سکولارها نمیان هر روز یقه اینها رو بگیرن، ولی گذاشتن میگن آقا توی کتابایی بوده ولی عصر دیگه‌ای بوده تمام شده رفته. برای تکنوکراسی باید شما مجموعه این دستورات و شریعت و احادیث و اینها رو بذارید توی کتابهایی بماند. یه ده اصلا کنجکاون میخوان برن اینا رو بشناسن در کارهای دانشگاهی، خب برن این کارو بکنن، ولی در عرصه زندگی جاری اینها عصرشون گذشته. و سوال پنجم پرسیدن آیا عزل بنی صدر به خمینی تحمیل شد؟ نمیشود گفت تحمیل شد، چون مبانی دیدگاهی آقای بنی صدر یا جبهه ملی با مبانی فکری آقای خمینی فاصله داشت. اینا در یه دوره‌ای به دلیل اینکه می‌خواستن یک رژیم رو بردارن خب به هم نزدیک شده بودن. بعد از اینکه اون رژیم میره اختلافات اینها سر باز می‌کنه. آقای خمینی هیچ وقت نمیتونست یک فرد ملی گرای باشه، چون اصولا اینها در چارچوب امت به جامعه نگاه می‌کنن، در چارچوب شهروند یک ملت دولت به مردم ایران هیچ وقت نگاه نکردن، هیچ وقت هم نگاه نخواهند کرد. به همین دلیل هم هست که شما، من یه جایی نوشته بودم که یه دختری مثل مائده به دلیل اینکه چند دقیقه رقصیده او رو میگیرن میارن تلویزیون، مجبور به اعترافش میکنن، یک شهروند ایرانی است. کارش هم هیچ کار خلاف، نه خلاف اخلاق، نه خلاف قانونه، خلاف هیچی نیست. میارن او رو به زعم خودشون مورد تهدید و تمسخر اینا قرار میدن. بعد جوانان لبنانی از حزب الله میان آقای خامنه اینا در آغوش گرفته داره با کمال محبت اینا رو میبوسه. من معتقد به قضایای انسانی هستم، اما اینا نگاهی که به ایرانی ها دارن تا حدی قبول دارن که حزب اللهی و بسیجی باشن، فراتر از اون همه خائنن، همه رو باید گرفت، همه رو باید مجبور به اعتراف کرد. ولی خب شهروندان دیگر کشورها اگر فرمانده روسیه ها یا فرمانده حزب الله لبنان زنگ بزنه آقای خامنه ای فوری جواب میده، ولی شما اگه شهروند ایرانی باشید مثلا در یک کشور اروپایی زنگ بزنید دفتر ایشون فورا گوشی رو براتون میذارن، توجهی نمیکنن. یک شهروند، یک عضو حزب الله لبنان اگر مثلا در آلمان به پول احتیاج پیدا کنه شما مطمئن باشید که فورا به سفارت ایران مراجعه میکنن، کمکش میکنن. ولی ایرانی اگر باشه میره به سفارت، سفارت راش هم نمیدن. اینا چیزهایی است که ما دیدیم در طی این 40 سال گذشته، ماجرایی نیست که، یعنی نگاهشون اصولا نگاه دیگری است. اینها با هم نمیخواندن، حالا دیر و زود داشته، خیلی زود اینها از هم جدا شدن، میتوانستن همکاری دراز مدت تری هم داشته باشن، اما خیلی سریع چون این گونه نگاه ها تحملش، رواداریش خیلی پایین هست، خیلی سریع در عرض یکی دو سال اینا از هم پاشید و هر کدومشون به راه خودشون رفتن. واقعا تحمیل نشده، یک سیر حوادث بوده، نوع ائتلاف های سیاسی بوده. آقای خمینی میرسونه به اینکه آقا اینو برداره اونو بگذاره، بعدم خب وقتی شما به یک رهبری قدرت مطلقه بهش اعطا کنید هم این رو در چارچوب قانون به قانون تبدیل میکنه مطلقه بودنشو، هم در عمل مطلقه بودن رو اجرا میکنه. این از پنج سوالی که دوستان برای من فرستاده بودن.
فکر میکنم من یک نگاه دیگه هم بندازم در فیسبوک ببینم سوال دیگری اینجا هست یا نه. نه سوال دیگری در فیسبوک نیست. فکر میکنم که به این 5 جلسه در اینجا خاتمه بدیم. اگر دوستان نظری دارند در مورد این 5 جلسه که من در خدمتون بودم، اگر اشتباهی در برنامه شده یا نکته‌ای گفته نشده، حتما اینها رو به من یادآور بشید. ایمیل شخصی من هست majidmohammadi@gmail.com برای من بفرستید اگر نظری دارید. برای دوستان توانام اگر بفرستید اونها حتما برای من فوروارد میکنن. از نظرات شما حتما من و مؤسسه توانا استفاده میکنیم. تشکر میکنم از شما که در این برنامه شرکت کردین و از مؤسسه توانا که این امکان رو فراهم کرد که در این 5 جلسه من به صورت زنده در خدمت شما باشم. ایام و روزگار خوشی رو داشته باشید.